سلام خدمت شما شاگردهای گرامی، امیدوار هستم که خوب باشین و سر حال و در کنار خانواده روزهای خوبی را سپری کنید. شاگردهای گرامی، امروز درس سوم از فصل دوم کیمیای صنف 7 را در خدمت شما عزیزان می باشیم. نمبر ارتباطی برنامه را از یاد نبرید. 20964-780-255-40-13 که از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید، سوالها، پیشنهادات و یا کار خانگی خود برای ما روان کنید. شاگردان از نازنین، ما امروز میخواهیم در رابطه با انحلالیت مواد با هم صحبت کنیم، کار کنیم و بخوانیم که انحلالیت مواد چی است. و بعد از او که انحلالیت را یاد گرفتیم، انحلالیت مواد مختلف را در آب با هم مقایسه میکنیم. محلول های مشبوع با هم امروز یاد میگیریم که یک محلول مشبوع به چه محلولی گفته میشود و دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی میباشد. و در آخر بحث امروز در رابطه با ماده خالص با هم کار میکنیم که ماده خالص چی است، دارای چه ویژگی هایی میباشد، برایتان مثال میزنیم و گفته میشه که ماده خالص به چند دسته منقسم میشه و هر کدام دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی میباشد و با شما مثال کار میکنیم. شاگردای عزیز و نازنین، با ما همراه باشید. و اما انحلالیت مواد چی است؟ شاگردا، به نظر شما انحلالیت به چی معنا میباشه؟ به معنای حل شدن یک ماده در یک منحله. این جوابتون میتونه صحیح باشه، اما کاملترش من براتون میگم. خوب دقت کنید. انحلالیت مواد، اگر شما یک گلاس آب داشته باشین شاگردای عزیز نازنین که مقدار 100 میلی لیتر آب به داخل گلاس باشه و یک حل شونده را به آن اضافه کنید و حل کنید، بعد از او باز دوباره حل شونده دیگه، یک مقدار حل شونده دیگه رو به آن اضافه کنید و حل کنید. این مرحله رو چندین بار تکرار کنید و در مرحله آخر حل شونده که به آن اضافه می کنید مشاهده می کنید که حل شونده دیگه در منحله، در یک ماده منحله حل نمی شود. این مقدار حل شونده را یادداشت می کنید. بیشترین مقدار ماده حل شونده رو که در مقدار معین محلل که 100 میلی لیتر می باشه و در دمای معین حل می شود را ما انحلالیت و ماده یاد می کنیم. با عنوان مثال با تصویرهای زیر، با مثالهای زیر دقت کنید شاگردان. در تصویر اول یا شکل اول شما مشاهده می کنید اگر مقدار نمک در دمای 20 درجه سانتیگراد و در 100 میلی لیتر آب حل شود، انحلالیت آن 38 گرام می باشد. یعنی بیشترین مقداری که از یک نمک در دمایی که براتون گفتیم و در 100 میلی لیتر آب حل می شود 38 گرام می باشد که یه عدد 38 انحلالیت نمک در آب برای ما مشخص می کنه و نشان می ده. یا به مثال دیگر دقت کنید، اگر در دمای باز 20 درجه سانتیگراد و 100 میلی لیتر آب 205 گرام شکر را به داخل آب حل کنید، عدد 205 میشه انحلالیت شکر در
آب که بیشتر از 205 گرام حل نمی شود. پس شما در اینجا انحلالیت مواد یاد گرفتید. هر کدام دقت کنید شاگردای عزیز نازنین، هر کدام از حل شونده ها که میتونه شکر باشه، بوره باشه یا نمک باشه یا هر حل شونده دیگه ای، هر کدام از حل شونده ها دارای انحلالیت مخصوص به خود می باشد. خب شاگردا، ما با در اینجا با انحلالیت مواد کار کردیم و آشنا شدیم. حل شونده های مختلف بر اساس میزان انحلالیت در محلل های مختلف به صورت محلول های در می آید به نام محلول های مشبوع، که ما در اینجا محلول های مشبوع را با هم کار می کنیم که محلول مشبوع چی است و دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی می باشد. محلول های مشبوع همانطور که از نامش پیدا هست مشبوع هست، یعنی محلولی که دیگر ماده حل شونده اضافه رو در خود حل کرده نمیتونه. با عنوان مثال، با مثال های زیر دقت کنید. در شکل اول شما مشاهده میکنید که حل شونده، ماده حل شونده در محلل به طور کامل حل شده است. اما با شکل دوم دقت کنید. در شکل دوم شما مشاهده میکنید که ماده حل شونده به صورت اضافی در انتهای ظرف رسوب کرده، تهنشین شده و باقی مانده دیگه در محلل حل نشده است. به این محلول محلول مشبوع گفته می شود که دیگه حل شونده اضافه رو در خود حل کرده نمیتونه. شما میتونید در اطراف خود محلول های مشبوع زیاد را شاگردا دقت کنید، نگاه کنید و مشاهده بکنید. میتونه محلول شکر و بوره و آب باشه یا هر محلول دیگه ای. میتونید این محلول مشبوع را امتحان کنید و مشاهده کنید. خب، حالا که تا به اینجا هم انحلالیت یاد گرفتین که بیشترین مقدار ماده حل شونده در 100 میلی لیتر آب و در دمای معین بود، و بعد از او یاد گرفتین که اگر حل شونده اضافی در محلل حل نشوه، محلول رو برای ما تشکیل میده به نام محلول مشبوع. حالا میخواییم ببینیم که چه قسمی ما میتونیم نبات را که یکی از شیرینی هایی است که مورد محبوب ما و شما میباشه را از محلول مشبوع شکر یا بوره به دست بیاریم. شما میتونید براحتی در محیط خانه با کمک پدر خود یا مادر خود یا دوستان خود نبات را از محلول مشبوع شکر یا بوره درست کنید و مصرف کنید. برای انجام این آزمایش و تهیه و ساخت نبات شما به چند تا وسیله و مواد نیاز دارید. یک بوتل شیشه‌ای که در شکل مشاهده میکنید در قسمت، به همراه دو عدد گیره، یک صفحه کاغذی و یک چوب. خب میتونید هم از چوب استفاده کنید و هم از یک مقدار نخ. تهیه نبات را به این صورت میتونین انجام بدین که در مرحله اول چوب را به این صورت که در شکل برای شما مشخص شده است با کمک پنسیل میایین علامت گذاری میکنید. وقتی که علامت گذاری کردین، از جایی که علامت گذاری کردین با کمک دو گیره، دو تا گیره را به آن وصل میکنید و گیره ها به همراه میله را به داخل بوتل قرار میدهید و قسمی قرار میدهید که انتهای میل، انتهای چوب با انتهای بوتل برخورد نکند. بعد از اینکه امتحان انجام دادین، میله چوبی را از داخل بوتل خارج میکنید و در مرحله بعد میله را از جایی که علامت گذاری کردین مرطوب میکنید به کمک آب یا با هر محلل دیگه مرطوب میکنید و بعد از او میله را یا چوب را بر روی شکر آغشته میکنید به این صورت. وقتی که آغشته کردین، در مرحله بعدی میون محلول خود آماده میکنید. یک مقدار شکر را به داخل آب حل میکنید و این محلول را بر روی شعله ملایم قرار میدید به این صورت که حرارت ببینه. حل شونده اضافه تر را به آن حل میکنید و بر روی شعله قرار میدید تا به جوش بیاید. بعد از چند مدت آنقدر جوش میدهید تا محلول غلیظ شود. بعد از اینکه محلول غلیظ شد، شما میتونید این مرحله رو شاگردای عزیز میتونید چند محلول جداگانه درست کنید و به هر کدام چند قطره
رنگ اضافه کنید که به این خاطر که نبات‌های شما با رنگ‌های متفاوت در بیاید. این محلول که آماده کردین چند مدت استراحت با آن میتین که سرد شود. بعد از اینکه سرد شد به داخل بوتل انتقال میدهید و چوبی را که آماده کردید و به شکر آغشته شده بود را به داخل بوتل که محلول هست قرار میدهید. بعد از اینکه قرار دادین در مرحله آخر صفحه کاغذی که در شکل برایتان مشخص شده را به داخل چوب قرار میدهید و بر روی سرپوش بوتل قرار میدهید. بوتل در به اندازه 2 الی 3 روز در یک محیط سرد قرار می دهید و حرارت پایین باشد و باعث می شود بعد از چند روز شما مشاهده بکنید که کریستال های نبات بر روی چوب تشکیل شده است و نبات شما تشکیل شده و می توانید که این نبات را از داخل بوتل خارج کنید و نبات های به این شکل بر شما تشکیل می شود. به این ترتیب شما می توانید که نبات را از محلول مشبوه شکر یا بوره براحتی به دست بیارین و تهیه کنید. و اما انحلالیت مواد مختلف در آب چه قسمی است؟ شما که با انحلالیت آشنایت پیدا کردین میخواهیم با هم چند ماده مختلف را با هم مقایسه کنیم که انحلالیت آنها در آب چه قسمی میتونه باشه. مثال هایی که براتون زده را بر روی تخته سیاه نوشته میکنیم و با هم با هم فکری هم دیگه مقایسه میکنیم که آیا در آب منحل میباشد یا غیر منحل. خب مثال هایی که براتون زده شده شاگردان، نمک میتونه باشه یا شکر، فرق نمیکنه، ما شکر در این قسمت نوشته میکنیم، شکر یا بوره که میخواییم ببینیم در آب منحل میباشه یا غیر منحل. دیگر ریگ میتونه باشه، روغن و گچ. این چند موردی که براتون مثال زدیم میخواییم ببینیم که در آب منحل هست یا غیر منحل. این موادی که براتون مثال زدیم براحتی در محیط خانه هم میتونید پیدا کنید و این آزمایش انجام میتونید و مشاهده کنید. اگر شکر یا بوره را به داخل یک گلاس آب قرار بدین و حل کنید، چی مشاهده میکنید؟ مشاهده میکنید که شکر در آب حل میشود. پس شکر در آب چی است؟ منحل میباشد. ماده دیگه ریگ می باشه. یک مقدار ریگ به داخل یک گلاس آب قرار میتین. مشاهده میکنه. هر چقدر شما با میله شوردهنده این را حل کنید، آیا ریگ به داخل آب حل می شود؟ حل نمی شود. آفرین، احسن به شما. پس ریگ در آب غیر منحل می باشد. چرا ما از آب به عنوان محلل استفاده میکنیم؟ چون آب مناسب ترین و بهترین محلل میباشد در تعاملات کیمیاوی. خب مثال دیگه روغن میباشد. شما یک قاشق روغن به داخل یک گلاس آب قرار بدین، با میله شوردهنده حل کنید، آیا روغن به داخل آب حل میشود؟ مشاهده میکنید که حل نمیشود. پس روغن هم غیر منحل میباشد. مثال آخر گچ می باشه. اگر شما یک گچ رو به داخل یک گلاس آب حل کنید، مشاهده میکنید که گچ به داخل آب حل شده است. پس گچ منحل می باشد. این مثال های ساده بود که شما میتونید این مواد را در اطراف خود هم پیدا کنید براحتی و میتونید انجام بدید و منحل بودن یا غیر منحل بودن آن را مشخص کنید. این میشه انحلالیتی مواد مختلف در آب. خب شاگردان، تا به اینجا انحلالیت را یاد گرفتین، محلول‌های مشبوه هم یاد گرفتین و همچنان انحلالیت مواد مختلف در آب را با هم یاد گرفتیم و کار کردیم. می‌خوایم وارد بحث جدید این جلسه شویم که می‌خوایم ماده خالص را با هم کار کنیم که ماده خالص چی است و براتون مثال بزنیم. در ادامه درس با ما همراه باشید. اما ماده خالص چی است؟
و نظر شما ماده خالص شاگردا به چی ماده گفته می شود؟ خب همونطور که از نامش پیدا است، ماده خالص به موادی گفته میشه که از یک نوع ماده تشکیل شده است. دقت کنید، یک نوع ماده. مثل چی؟ مثل نمک یا شکر. شما شکر را سعی کنید، شکر فقط از مولکول های شکر از یک نوع ماده ساخته شده است. یا نمک به همین صورت فقط از یک نوع ماده نمک ساخته شده است. یا یک گلاس آب را مشاهده کنید. یک گلاس آب فقط از یک ماده یا مولکول های آب تشکیل شده است. از ماده دیگه ساخته نشده است. اینها میتونن مثال هایی باشه از یک ماده خالص که از یک نوع ماده ساخته شده است. ما در اطراف خود ماده های خالص را بسا به ساختاری که داره به دو دسته منقسم میکنیم. دسته اول عنصرها، دسته دوم مرکبات، که هر کدام جداگانه برسان توضیح میدیم که دارای چی ویژگی هایی میباشن، ما به چی مرکباتی یا به چی مواد عنصر گفتم عنصر میگیم و به چی مواد یا ماده هایی مرکب میگیم. عنصرها به مواد خالصی گفته می شود که از یک نوع اتم ساخته شده است. حال بستگی به این که عنصر ما از چی تعداد اتم ساخته شده است به سه دسته منقسم می شود. عنصر ما می تانه یک اتمی باشه. مثل چی؟ مثل میخ آهنی. آهن از یک اتم ساخته شده است که خالص است و یک نوع عنصر می باشد. عنصر می تانه دو اتمی باشه. مثل چی؟ مثل اکسیژن. اکسیژنی که در هوایی که در اطراف ما و شما است وجود داره. میبینید که دو اتمی است. از دو اتم اکسیژن ساخته شده است و در این قسمت شکلش برای شما نشان داده شده است. عنصر ما میتونه چند اتمی باشه. مثل چی؟ مثل سلفر که ساختارش برای شما نشان داده شده است. از اتم های یکسان و مشابه ساخته شده، از 8 اتم ساخته شده است که به آن عنصر چند اتمی گفته می شود. این مثال های از عنصرها. پس عنصر به مواد خالصی گفته می شود که از یک نوع اتم ساخته شده است. و اما مرکب ها چی است؟ مرکب ها، اگر شما مواد خالصی داشته باشید که فقط از یک نوع مولکول ساخته شده باشد. دقت کنید، ما عنصر را گفتیم از یک نوع اتم، مرکب رو میگیم از یک نوع مولکول ساخته شده باشد. با آن مرکب میگیم. مثال مثل چی؟ مثل آبی که شما و شما استفاده میکنیم. آب از مجموعه از مولکول های آب که در شکل براتون نشان داده شده است ساخته شده است. فقط از یک نوع مولکول H2O یا آب ساخته شده است. پس میشه یک مرکب خالص. یا مثال دیگه، گاز کربن مونوکساید، گازی که از نل بخاری خارج می شود و بسیار هم سمی و کشنده می باشد و خطرناک است. مثال دیگه ای که از مرکب براتون آوردیم، گاز مونوکساید کربن می باشد که از نل بخاری خارج می شود و این گاز بسیار خطرناک و سمی است. این گاز یک نوع مرکب می باشد. چرا؟ چون این گاز ها از مجموعه از مولکول های کربن مونوکساید ساخته شده است که از یک نوع مولکول ساخته شده است که در شکل براتون مشخص شده. خب تا به اینجا که شما مرکب و عنصرها و مواد خالص را یاد گرفتین، حالا می خواهیم یک سوال در رابطه با این مبحث که براتون گفتیم با هم کار کنیم و جواب بدیم. سوال قسمی است، مواد مختلف زر را از نظر خالص بودن عنصر مرکب یا غیر خالص بودن متجانس یا غیر متجانس مشخص کنید. خب مثال های براتون اینجا زدیم که چند مثال را با کمک هم بر روی تخته سیاه نوشته میکنیم و مشخص میکنیم که خالص میباشد یا غیر خالص. خب مثال هایی که براتون زدیم، مثال اول آب میباشد H2O، مثال بعدی کربن دی اکساید CO2، مثال دیگه آیودین و مثال آخر مخلوط کشمش و نخود.
خب هر کدوم جداگانه با هم کار میکنیم که خالص میباشد یا غیر خالص. خب آب یا H2O که از مالکول های H2O از یک نوع مالکول ساخته شده است میتونه خالص باشه یا غیر خالص؟ کدام یک خالص میتونه باشه؟ پس آب به تنهایی خالص میباشد. گازهای کربن دای اکساید که از مالکول های کربن دای اکساید یا CO2 ساخته شده است که یک نوع مالکول میباشد، ای هم میتونه چی باشد؟ میتونه خالص باشد یا غیر خالص؟ خالص میتونه باشد. خب مرکب بعدی آیودین است که از مالکول ها یا از مالکول H2O یا دو اتم مشابه و یکسان آیودین ساخته شده است. این مرکب هم خالص میتونه باشه پس، چون از یک نوع اتم ساخته شده است. مثال بعدی مخلوطی کشمش و نخود می باشد. اگر شما کشمش و نخود را با هم یک جای کنید مخلوطی به دست می آید که خالص است یا ناخالص؟ ناخالص یا غیر خالص می باشد. پس نوشته می کنیم غیر خالص. خب برای شما گفته شده که اگر غیر خالص می باشد مشخص کنید که متجانس می باشد یا غیر متجانس، چون مواد غیر خالص یا مخلوط ها به دو دسته منقسم می شد. اگر خواص مخلوط در تمام جای آن یکسان بود به آن متجانس می گفتیم، اما اگر خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نمی بود به آن غیر متجانس می گفتیم. خب مخلوطی کشمش و نخود چون خواص مخلوط در تمام قسمت های آن یکسان نیست ما میتونیم کشمش و نخود را از هم جدا کنیم، پس میشه غیر متجانس. غیر متجانس را در اینجا نوشته میکنیم. خب این مثال هایی بود از مواد خالص و ناخالص و متجانس یا غیر متجانس که براتون کار کردیم. یک کار خانگی هم براتون آوردیم شاگردای عزیز و نازنین که کار خانگی را خوب با دقت در خانه بخونید و با توجه به مطالبی که امروز یاد گرفتین در خانه خود حل کنید و برای ما به نمبری که در ابتدای درس براتون گفتم روان کنید. کار خانگیتون به این قسم است: از بین مرکبات زیر کدام یک خالص می باشد و کدام یک ناخالص یا غیر خالص. مثال هایی که براتون آورده شده مالکول فلورین هست، F2، نیون، Ne، نمک تعام، NaCl و آخرین مثال هم محلول آب و نمک می باشد. هر کدام از اینا را شما حل کنید، مطالعه کنید، ببینید که کدام یک خالص و کدام یک غیر خالص یا ناخالص می باشد. خب درس امروز ما به اینجا به اتمام رسید. میخواهیم نکات مهم درس امروز که ما و شما امروز یاد گرفتیم با هم کار کنیم. امروز ما و شما یاد گرفتیم که انحلالیت مواد چی است، همچنان محلول مشبوع یاد گرفتیم، گفتیم اگر در یک محلول حل شونده اضافی دیگه حل نشوه با آن محلول مشبوع میگفتیم. همچنان به شما یاد دادیم و یاد گرفتیم که بیشترین مقدار حل شونده‌ای که در یک مقدار معین محلل که 100 میلی لیتر می باشد در یک دمای معین حل می شود را به آن انحلالیت می گفتیم که هر ماده حل شونده‌ای دارای انحلالیت مخصوص به خود می بود. بعد از او روش ساختن نبات برای شما از محلول مشبوع شکر یا بوره را براتون گفتیم، یاد گرفتیم که چه قسمی می تونیم نبات در خانه تهیه کنیم و همچنان مواد خالص و ناخالص را یاد گرفتیم. مواد خالص را گفتیم که موادی است که تنها از یک مولکول یا یک اتم ساخته شده باشه و در انتها هم با شما در رابطه با این مطلب سوال کار کردیم. شاگردای عزیز و نازنین درس امروز ما به اتمام رسید. امیدوارم که درس خوب فهمیده باشین. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار همگی شما عزیزان باشد.